هرچی رد میشم میوفته. خصوص ارز کنم یه نقطه جالب براتون بگم که اون عزیزان خانم دکتر شاداب وجدی، خانم نوبت والای نازنین و خانم عزیز جاله اصفهانی ما، خانم پگاه، دیگر دوستان رو من اینجا میبینم گهگاه، ولی حسرت دیدار سیمین رو خب همیشه ما داریم و پیام ایشون به من رسید در آمریکا که امر فرمودن شما در اونجا باش. حالا بنده یک برنامه‌ای داشتم، خودم هم نمی‌دونستم چجوری میشه، از اونجا اومدم رفتم از لس‌آنجلس واشنگتن و رفتم عراق انتخابات اونجا رو گزارش کنم و توی وسط بیابون بغل بصره با تلفن ستلایت دارم با آقای میبودی صحبت میکنم. گفتم که آقا ما برنامه رو داریم جور میکنیم، بریم دست سیمین خانم رو ببوسیم وسط اونجا و واقعا شوق با عشق اومدم که سیمین رو ببینم. همینجا که نشسته بودم یه چیز کوچیک براش نوشتم، اول اون رو براش بخونم بعدم بخشی از یک شعر رو براتون بخونم. بانوی شعر و عشق، حوای تنها، با آنکه ما بی تو غربت نشین هستیم، اما تو در ایران هر لحظه با ما. سیمین چنان مهتاب بر شام تار ما میتابی و هر روز امید فردا. شعر تو بیداری است، آواز هوشیاری است، جان و جهان من، هم درد و هم داد. دم همینجا الان نوشتم برای سیمین. حالا این حالت احساسی رو که میگه سیمین در ماها وجود داره، این حسرت به خاک ایران